پرزیدنت ترامپ میگوید برخلاف نظر برخی از اقتصاددانان بدبین آخرین ارقام رشد اقتصاد کلان در آمریکا کاملا پایدار است. بنابر آمار وزارت بازرگانی آمریکا که روز گذشته منتشر شد، تولید ناخالص ملی آمریکا در فصل دوم سال جاری با نرخ 4.1% رشد کرده است. برگردان گزارش بیل گالو، خبرنگار صدای آمریکا. پرزیدنت ترامپ میگوید ارقام رشد اقتصادی در این حد متوقف نخواهد شد. We are on track to hit the highest annual average growth rate in over 13 years. به بالاترین نرخ رشد اقتصادی در 13 سال اخیر دست می‌یابیم و با توافق‌های بهتر این نرخ بیشتر هم خواهد شد. این اولین بار در 4 سال گذشته است که تولید ناخالص داخلی از نرخ رشد 4% بیشتر شده است. مصرف کنندگان خدمات بیشتری خریداری می کنند که عامل مثبتی است. سرمایه گذاری در بخش بازرگانی به ویژه تسهیلات و تجهیزات مربوط به آن در فصل دوم سال بیشتر شده و صادرات نیز 10% نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است. آقای فاوشر می گوید درآمد حاصل از مالیات افزایش یافته و دستمزدها نیز بالا رفته است. حامیان پرزیدنت ترامپ هم معتقدند که جهتگیری او در بازرگانی بین‌المللی نیز سرانجام نتیجه بخش خواهد بود. رای دهندگان می‌خواهند شاهد قطعیت در زندگی خود و خانواده‌شان باشند. به همین دلیل وضعیت خوب اقتصادی به صورت غیرقابل انکاری بر نحوه رای دادن آنها اثر می‌گذارد. انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در اواسط آبان ماه برگزار می‌شود و اقتصاد رو به رشد آمریکا چشم‌انداز پیروزی جمهوری‌خواهان حامی پرزیدنت ترامپ را بیش از گذشته کرده است.